سلام، چند تا از فاکتورهای خیلی مهم برای عکاس‌ها و کسایی که ویرایش تصویر رو انجام میدن برای اینکه عکسشون بیشتر دیده بشه، شیر بشه و به تبع اون درآمد بیشتری داشته باشن اینه که خلاقیت به خرج بدن، توی کارشون بروز باشن و از تکنیک‌های جدید استفاده کنن. امروز و توی این آموزش میخوام بهتون نشون بدم چطور با استفاده از چند تا تکنیک خیلی ساده عکستون رو به حرکت در بیارین و جذابیت خیلی زیادی به عکستون ببخشین. برای دیدن این آموزش در ادامه با من همراه باشین. قرار خودمون ایجاد کنیم. من یکی از این عکس‌ها رو انتخاب میکنم، فکر کنم عکس شماره دو شاید خوب باشه، فرقی نمیکنه. تکنیک ها هر دوتا توی هر دوتا کار یکیه. حالا من فکر کنم عکس شماره دو رو انتخاب کنیم بهتره. اولین کاری که باید بکنین یه کامپوزیشن اندازه عکستون ایجاد کنین. خب من عکسم رو میام بر روی آیکونه کامپوزیشن رها میکنم، یه کامپوزیشن جدید ایجاد میشه به اندازه همون عکسم. خب این رو من پری کامپ میکنم تا عکسم رو یک بار دیگه توی کامپوزیشن جدید با نام خودش داشته باشه، مثلا پیک 3 و اینم که اوکیه. میریم سراغ ابزار پاپت. خب ابزار پاپت رو من انتخاب میکنم. اولین کاری که میکنیم توی این، حالا این فرم عکس، اون جایی که باید ثابت بمونه و نباید حرکت کنه رو میریم انتخاب میکنیم. خب اینجا یکی از اون جاست. من زمانی که مثلا بیام و این دودم رو متحرک کنم، اینجا باید ثابت باشه. برای همین میارم یه پاپت پین اینجا میذارم که تحت تاثیر اون حرکات قرار نگیره. خب جای دیگه مثلا این دوستمون نزدیکای لباسش، جایی که زمانی که دود به حرکت در میاد اینجاها نیان درگیر بشه، اینجا صاف سر جای خودشون بمونه. مثلا اینجا دود میاد حرکت میکنه، میبینید این نقاط رو دیگه نمیاد روشون تأثیر بذاره. حالا بریم جایی که قرار دودمون حرکت بکنه. میتونه اینجا باشه، یکی دیگه مثلا اینجا باشه، اینجا باشه، دو تا اینجا باشه، سه تا هم اینجا باشه، سه تا هم اینجا باشه. خب اینجا هم دود داریم بازی یه مقداری، اینجا هم میتونیم بذاریم، مثلا دو تا اینجا بذاریم، دو تا اینجا بذاریم، یکی اینجا. حالا اینجا نزدیک این لباس دوستمونم یه چند تا میذاریم که باز اینجا قراره دودمون حرکت کنه. این کارکتری که اینجا داریم دیگه نیاد از کات خارج بشه. خب یه مقدار باز دود این سمت داریم. اینا رو اگر که بیاییم پاپت پین استفاده کنیم بد نیست. خب یه مقدار زیاد شد برای اینکه دقت بیشتر بشه. من اینا رو بیشتر کردم. سی تی آی حالا میارم آخر تایملاین و آخر کارم، میارم سراغ پاپت پینا. حالا باید انیمیتشون کنیم یا حرکتشون بدیم. خب این دوده میاد و حرکت میکنه و این دوده میاد باز اینجا یه مقدار حرکت میکنه، این میاد اینجا، این میاد اینجا، این میاد اینجا، اینا همه میان و یه حرکتی از خودشون نشون میدن. خب باز یه مقدار باید دقت کنیم که اون پینایی که گذاشتیم برای کاراکترون اونها تغییر نکنه. حالا ببینید حرکت دوده اینجوریه، یه مقدار حالا اینجا دستشم حرکت میکنه ولی اونقدر قرار نیست ما رو اذیت کنه. خب این از این. من از این کامپوزیشنم حالا یه داپلیکیت میگرم با استفاده از کلید کنترل و دی توی ویندوز. خب دیگه برای کامپوزیشن بعدم افکت پاپت پین رو نیاز ندارم، دیلیتش میکنم، یه دیگه ازش داپلیکیت میگرم میذارم پایین و این وسطی دقیقا همونی که اومدیم پاپت پین رو کار کردیم، این دوتا
بدون پاپت پین هستن. خب بالایی رو میاییم و باید از ابزار پنتول برای ایجاد یه ماسک استفاده کنیم. جایی رو، جاهای فضاهایی رو میخوام که دودم قرار نیست حرکت کنه، یعنی این شخصیت هم میخوام و این فضای دورش رو میتونم بیام دوبار از ماسک استفاده کنم، میتونم بیام یک بار استفاده کنم، ولی فکر کنم اگر دوبار استفاده کنیم خیلی کارمون سریع تر باشه. دقتش نمیخواد خیلی زیاد باشه، خودتون اونقدر اذیت نکنید، ولی دیگه نزدیک دودتون باشه. یعنی که من در اون مسیر دوده رو میرم، میتونم بیام اینجا یک بار برم، فکر کنم یه بار بریم بهتر، یا بیام اینجا دوبار برم، ولی یک بارم به نظرم اوکیه. من همون یک بار انجام میدم، توی همون نمونه هم که ایجاد کردم یک بار اومدم ماسک رو روی تصویرم اعمال کردم. اینو اصلا بیذاریم اینجا. خب اینم از ماسکمون. حالا باید اینو اینورت کنیم، بریم سراغ کلید M و اینورتد رو من انتخاب میکنم، این که اون جایی که دودمون قرار نیست حرکت کنه. خب اینم از این. و برای اینکه یه مقدار ماسکمون هم نرم تر کنیم، من میرم سراغ پن و ماسک فدر رو انتخاب میکنم و یه کلیک میکنم. خب الان کنترل زد ماسک فدرمون الان باید بیاد خب ماسک فدرون یه مقداری اعمال کنیم ببینیم. خب اینجا به نظر خوب میرسه. حالا توی ادامه کار اگر نیاز بشه یه مقدار تغییرش میدیم ماسک فدرمونو. کاری که باید بکنیم، بیایم برای اینکه لوپ رو ایجاد کنیم، الان حرکت دود رو دارم، الان همه چی اوکیه، ولی خب یه مشکل کوچولو که الان پیش میاد زمانی که برسه انتها یه ضربه ای میخور و از اول شروع میشه. برای اینکه جلو اینو بگیرم میرم سراغ اپاسیتی، کلید تی رو میزنم و سه تا کی فریم ایجاد میکنم، مقدار کی فریم اول رو صفر میذارم. کامپوزیشنتون دوستان یه مقداری باشه، مثلا 4 باشه، یه تایمتون یه جوری زمان بندی کنین که وسطش رو راحت بتونید در بیارید، مثلا 4 ثانیه میدونید وسطش میشه 2. خب اولی رو صفر گذاشتم، وسطش رو گذاشتم 100، آخری هم گذاشتم صفر. دو تا دوپلیکیت میگیرم که سه تا ازش داشته باشم. بالایی رو دست نمیزنم. پایینی رو میام جابجا میکنم، روی ثانیه 2 تنظیم میکنم. این کی فریم باید روی ثانیه 2 باشه. اینم کیل تی رو میزنم، این کی فریم هم باید روی ثانیه 2 باشه. حالا پلیش میکنم، میبینی که دیگه اون ضربه رو به اون شدت دیگه ندارم. یه مقدار شاید بهتر باشه رو ماسکمون کار کنیم، شاید اگر یک مقداریم بیاد مثلا این دیلیت بشه اینجوری باشه ماسکمون، شاید یه مقدار بهتر باشه. اینم از این. حرکت ها رو داریم، بد هم نیست. اینجا یه مقدار فدرمونم اینجا حسابی اعمال شده، حرکت ها اینجا یه مقدار کمه، ولی اشکال نداره، خوبه، در کل قابل قبوله و میتونیم بریم از سراغ یه مقدار جزئیات بیشتر. مثلا بریم برای اینکه باز بهترش کنیم، میتونیم با یه افکتی رو استفاده کنیم به نام اسنوفال.
حالا برف بهش بدیم. خب تیک کامپوزیتش رو من برمیدارم که داشته باشیمش. تعدادش رو فکر میکنم اگه کمتر کنیم بهتر باشه، مثلا روی 500 تا 700 تا داشته باشیمش میکنم بهتر باشه. سایزش هم میتونید روی 15 بذارین، سرعتش هم اگر روی 350 باشه به نظر من بد نیست، برای اینکه بادش به این سمت بوزه مقدار بادش رو ویندش رو میزنیم مثلا روی منفی 300، برای اینکه یه مقدار باز تغییرات داشته باشه و ریشن هم بهش میدیم. خب اینم از این. برای اینکه رنگ این برفا رو مثلا بخواین تغییر بدین، میتونین رنگ سالیدتون تغییر بدین، از این قسمت بیام مثلا این رنگه که اینجا داریم مثلا بگم آقا رنگ برفامون هم اینجوری باشه. سرعتش اگه فکر کنین زیاده میتونین کمترش کنین، به نظرم خوب میرسین، میشه یک سینماگرافی خیلی سینماگراف خیلی خوب. حالا برای مثلا بخش دود یا کاری که مثلا با پاپت پین میشه انجام داد میتونید از این تکنیک استفاده کنید. برای دود خب خیلی خوب جواب میده. حالا برای کارهای دیگه شاید نیاز پیدا کنید شما از فوتیج استفاده کنید، ولی برای این تکنیک و برای این مثلا سینماگرافر روی حالا عکسایی که توشون دود داره اون نمونه رو مثلا اینجا با هم دیگه ببینید، اینا دیگه زیاد نیست، زیاد نیاز نیست شما از چیز خاصی استفاده کنید، با پاپت پین خیلی راحت میتونید کارتون رو انجام بدین. دوستان عزیز امیدوارم از این آموزشم لذت برده باشین و بتونید توی کارهاتون استفاده کنید. حتما حتما نظرتون در مورد این آموزش و آموزش‌های دیگه که توی وبسایت هست با من در میون بذارین. هم یکی از آموزش‌های درخواستی بود. آموزش‌های درخواستیتون هم میتونید از طریق فرم تماس با ما توی وبسایت برای من بفرستید. سعی می‌کنم در اولین فرصت اون آموزش ها رو بسازم و توی وبسایت قرار بدم.